به نام خدا. سلام، به یکی دیگه از ویدیوهای چنل مسلمان تیوی خوش اومدید. امروز و تو این ویدیو میخوام به شگردهای ملحدین و آتئیست ها برای ضربه به اسلام باهاتون صحبت کنم. بریم رو قرآن و یه سری آیات رو با هم مرور کنیم ببینیم اینا چی میگن. مثلا آیه 5 از سوره مبارکه توبه، ببینیم چی میگه تو این آیه. و هنگامی که ماه‌های حرام پایان گرفت، مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید و آنها را اسیر سازید و محاصره کنید و در هر کمینگاه بر سر راه آنها بنشینید، ولی اگر توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند، آنها را رها سازید، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. خب به این آیه آتئیست‌ها خیلی استناد می‌کنند. بعد میان میگن لا اکراه فی الدین، در دین هیچ اجباری نیست، آیه 256 سوره بقره. بعد میان میرن به آیه 85 سوره آل عمران اشاره میکنن که میگن هر کس جز اسلام و تسلیم در برابر فرمان حق آیینی برای خود انتخاب کنه، از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود. ملاحظه کردید این سه تا آیه رو کنار هم میذارن، بعد میگن که معجزه های قرآن کریم، در دین هیچ اجباری نیست، ولی اگر مسلمون نشید گردنتون رو میزنیم. با این دروغ ها و فریبکاری و شیادی مثلا میخوان به اسلام ضربه بزنن. اما بریم یکم رسواشون کنیم. اولا اینجا که بریم باز رو صفحه بهتون نشون بدم، آیه 256 وقتی میگه لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری در پذیرش دین نیست. شما هیچ کس رو زوری نمیتونی بیای بگی آقا مسلمون شو، اکراه بردار نیست. مثلا الان روزه، شما یه نفر رو بخوای به زور بگی آقا الان شبه، باید بپذیری. اسلام هم همینه، شما به زور نمیتونی کسی رو مسلمون کنی، خودش باید بپذیره. همون مثالی که همیشه زدم دیگه، شما مثلا فرض کن که من دارم عجله دانشگاه تهران رد میشم، زوری نیست من برم این دانشگاه ثبت نام کنم، باید با میل و اراده و اختیار خودم برم ثبت نام کنم اگه دوست داشتم. اگه دوست نداشتم راهمو میگیرم میرم. اما اگه رفتم تو اون دانشگاه، باید به لوازم اون دانشگاه پایبند باشم. نمیتونم بگم من 8 شب میام سر کلاس. آقا کلاس 8 صبح، 8 شب نمیتونی بیای. یا مثلا آیه 85 سوره آل عمران، هر کس جز اسلام دینی برگزیند، در آخرت از زیانکاران است. خب معلومه این داره چی میگه. میگه آقا شما لیسانس گرفتی، فوق لیسانس هم گرفتی، یعنی چی؟ یعنی یهود اومد، بعد مسیحیت اومد، حالا دکترا اسلامه. یا مثلا یه بچه ای نره مدرسه ثبت نام کنه، خب این زیان میکنه دیگه. همسن و سالاش میرن دکتر مهندس میشن، تو جامعه زندگی خوبی دارن، پول در میارن، کیف میکنن. این بدبخت باید بزنه تو سرش بره کارگری و عملگی و با بیسوادی بسوزه و بسازه. یعنی فهم این انقدر سخته که این ملحدین با شیادی میخوان مسلمین رو فریب بدن. یا مثلا بریم آیه سوره توبه رو یه بار دیگه با هم ببینیم. اینجا آیه 5 رو میگن، آیات قبلیش رو نمیگن که بابا داستان این چی بوده. بچه مسلمون قرآن رو فارسی هم میخوای بخونی، برو تفسیرش هم بخون، هیچ مشکلی نداره، هیچ کس بهت نمیگه چرا فارسیشو خوندی، اما یه دوتا تفسیر هم کنارش بخون. این در رابطه با پیمانهایی که مشرکین با پیغمبر داشتن، خلف وعده میکردن، عهد شکنی میکردن. تازه باز اینجا تو این آیات ابتدایی سوره توبه داره 4 ماه بهشون فرصت میده. این که میگن آقا مشرکین باید جزیه بدن و نمیدن فلان بدن و بیسار کنن، خب این الان تو همه کشورهای دنیا هست. شما تو آمریکا هم اینو میبینی، باید مالیات بدی، مالیات ندی پدر آدمو در میارن. شما تو جامعه اسلامی، اسلام برای تأمین امنیت میکنه، باید مالیات بدی دیگه. جاده میسازن، بیمارستان میسازن، نمیدونم همه کار میکنن. این یکی از شیادی های ایناست. بعد جالب اینه که تو آیات 7 و 8 این سوره، همین سوره توبه، داره خداوند خبر میده که میگه اینها پیمان هاشون رو خواهند شکست. یعنی تو اگر با اینها راه بیایی، اینا بعد از اون 4 ماه هم باز میان دوباره یه کارایی میکنن که تو حالا آیات همین سوره هست، آیه 7 و 8 این سوره هست.
آیه 7 و 8 رو براتون بخونم. چگونه برای مشرکان پیمانی نزد خدا و پیامبرش خواهد بود در حالی که آنها همواره آماده شکستن پیمانشان هستند؟ مگر کسانی که نزد مسجد الحرام با آنان پیمان بستید و پیمان خود را محترم شمردند، تا زمانی که به پیمان شما پایبند باشند شما نیز به پیمان آنها پایبند باشید، که خداوند پرهیزکاران را دوست دارد. چگونه پیمان مشرکان ارزش دارد در حالی که اگر بر شما غالب شوند نه رعایت خویشاوندی با شما را می کنند و نه پیمان را؟ شما را با زبان خود خوشنود می کنند ولی دلهایشان ابا دارد و بیشتر آنها گناهکارند. مثل همین آتئیستا، همین الان که از ایران فرار کردن به خاطر مسائل سیاسی و نمیدونم هر چی که هست، رفتن به کشورهای غربی پناهنده شدن، همین الان اینا دستشون برسه بیان تو ایران حکومت دست اینها بیفته، خدا رو بنده نیستن، گردن تک تک شما رو میزنن. بعد اومده با کلید واژه‌هایی که انتخاب میکنه، معجزه های قرآن کریم، در دین هیچ اجباری نیست، مشرکین رو بکشید. کی گفته مشرکین رو بکشید؟ منطق اسلام دفاعی، 10,000 بار گفتیم، 100,000 بار دیگه هم میگیم. آیه 190 تا 194 سوره بقره میگه حق نداری جنگ بکنید، ولی اگه بهت حمله کردن دفاع کن. تو میدون جنگ که نرفتیم خاله بازی که. اینها با این شیادی ها بعد کلید واژه های انتخاب میکنه که برای بچه مسلمان ها حساس باشه. بچه مسلمان ها متاسفانه ناآگاه. بهترین کار برای تحریم اینها، برای اینکه به زبالدان تاریخ بفرستیمشون، تحریم اینها رو با ندیدن کلیپ هاشون شروع کنید. برای چی میری تو اون کلیپ ها؟ بیا اینجا هر سوالی دارید از قرآن تو مسلمان تیوی هر شب ساعت 11 لایف داریم. هر شب هر سوالی از قرآن، از اسلام داری، بپرس، جوابتو بگیر. میخوای شبهه بخونی؟ برو شبهاتی که آقای خسروپناه امثال اینها تو کلیپ ها تو سایت های مثل اسلام کوست، برو بخون، جوابش هم بخون. اینا اگه روزی 4 تا شبهه مطرح میکنن، اونجا 10,000 سوال هست. سایت های مثل اسلام کوست 10,000 شبهه هست. بذارید ببینم الان میتونم اسلام کوست رو بیاریم بالا ببینیم با هم دیگه. خیلی سایت پرسرعتی هم هست. بله الان من تونستم وارد شم. ببینید اسلام کوست، هر شبهه‌ای که شما تو ذهنت اینجا هست. قرآن، 14 معصوم، پیامبران، حدیث، کلام، تاریخ، سیره، عرفان، اخلاق، منطق، فلسفه، قواعد عربی، تمام این سوالاتی که میبینید آخرین سوالایی که الان مطرح شده اینجاست. فضایل اخلاقی، شهود قلبی، ذکر، درمان رضایل اخلاقی، تکامل اخلاقی، توبه، هر چی که از اسلام شما بگید اینجا هست. الان 16,000 نفر توی این سایت آنلاینن. سایت اسلام کوست. نیاز نیست بری کلیپای این ملحدین دوزاری که هیچی حالیشون نیست، فقط به خاطر پول حمله میکنن به اسلام رو ببینی. سایت به این خوبی برید مطالعه کنید، به زبانهای 17 زبان زنده دنیا اسلام کوست داره کار میکنه. نیاز نیست برید سراغ اینا، اینا دنبال اینا که دیده بشن دیگه. تایتل ویدیوهاشون رو ببینید، معجزه های قرآن کریم. توهین به مقدسات میکنه، به بزرگان، به اهل بیت، به پیامبر، که دیده بشه. زرنگ باشید، هوشیار باشید، کمک نکنید به اونا. کمک کنید به جبهه اسلام، به کانال هایی که داره واقعا کار میکنه. میرید پای حرفای اونا میشینید، اونا بیکارن، از صبح تا شب دارن کلیپ تولید میکنن بر علیه اسلام که ازش پول در بیارن. خب شما خودتون برید کلیپ بسازید، کانال بزنید، بیاید از اسلام کوست شبهاتو بردارید، بیاید اونجا مطرح کنید، جواب بدید. اونا بیان شما رو ببینن، نه اینکه شما برید اونا رو ببینید. خیلی بده، ما باید هر روز کلیپ بسازیم، لایو بذاریم، توضیح بدیم. فریب اینا رو نخورید. لایک رو افتین شرایط داره. پذیرش اصل اسلامو میگه. اما بعد از اینکه اومدی تو اسلام باید پایبند باشی. مثل همون دانشگاهی که مثال زدم. تا نرفتی تو دانشگاه هیچ خبری نیست، کسی بهت گیر نمیده، چرا لباست اینجوریه، چرا دیر اومدی، چرا زود رفتی. اما وقتی رفتی دانشگاه باید به موقع بری، با قوانین اونجا سازگار باشی، احترام قوانین اونجا بذاری. جزیه و فلان و اینا هم مطرح میکنن، مالیات هست. کل دنیا داره مالیات میگیره. تازه تو کشور اسلامی مالیات خیلی درصد پایینی داره، یعنی به مردم خودش فشار نمیاره. اما تو کشورهای اروپایی تا 50% هم من شنیدم. توی آمریکا رقم بالایی، توی کشورهای دیگه هیچ فرقی نمیکنه. توی کانادا، فرانسه، سوئیس، آلمان، اتریش، سوئد، همه جا مالیات میگیرن. همین ترکیه که
بغل گوش خودمونه. کانال وهابی ایسا تیوی ادعا میکرد که 50% داره مالیات میده. از فریب اینا رو نخورید. اون آیه 85 سوره آل عمران هم داره چی میگه؟ میگه اگه اسلامو انتخاب نکنی تو قیامت ضرر میکنی. چرا؟ چون یهود و مسیح و مسیحیت و همه اینا اومدن که اسلام رو معرفی کنن. دین آخر، دین تکمیل. مثل این میمونه که بلا تشبیه مثال بزنم، تو یه خونه ای آشپزخونه نباشه، حمام نباشه، سرویس بهداشتی نباشه، خب اعضای اون خونه اذیت میشن دیگه. خونه ای خوبه که کامل باشه، اتاق خواب داشته باشه، پذیرایی داشته باشه، سرویس بهداشتی داشته باشه، آشپزخونه داشته، همه چی داشته باشه. یهود و مسیحیت کامل نبوده، اسلام کامل شده. آیه 19 سوره آل عمران میگه اسلام دین کامله، یعنی تمام نیازهای معنوی انسان رو داره فراهم میکنه و برآورده میکنه. تو نیازهای مادی هم که گفته روزیتون با خداست، برید تلاش کنید، فعالیت کنید، تارک دنیا نباشید. روحانیت مسیحی و اینا رو تجویز نکرده. باز مثالش میشه مثل همون بچه که اگه مدرسه نره، کسی وارد مدرسه اسلام نشه تو قیامت ضرر میکنه، به همون دلیل که بچه‌ای که مدرسه نره ضرر میکنه. همسن و سالاش میرن درس میخونن، باسواد میشن، دکتر مهندس میشن، شغل پیدا میکنن، درآمد کسب میکنن، از زندگی هم لذت میبرن. اما اگه نره مجبوره بره کارگر فصلی بشه، 2 روز کار داره، 3 روز کار نداره. پس فریب این آتئیستای دوزاری و شریاد رو نخورید که با کلمات میخوان بازی کنن. آیات قرآن روشنه، قرآن ذره شک و تردید درش نداشته باشید. هر سوالی داشتید بیایید مسلمان تیوی، در خدمتتون هستیم. اما این کانال های آتئیستی رو تحریم کنید، نگاهشون نکنید، آن سابسکرایب کنید، ویدیوهاشون رو لایک میکنید، دیسلایک میکنید. اونا دوست دارن دیده بشن، فرقی نمیکنه چه لایک کنی چه دیسلایک کنی، چه کامنت بذاری چه نذاری، اونا دوست دارن دیده بشن. با این مفاهیم شما رو بازی میدن. برید توی کانالاشون ویدیوهاشون رو ببینید، اینا معروف تر بشن. هرچی معروف تر بشن درآمد بیشتر، حمله بیشتر، وقت بیشتر میذارن. صبح تا شبم توی یوتیوبم. ممنونم که تا انتهای این ویدیو هم همراه من بودین. تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.